بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام دوستایی که ما را از صفحه تلویزیون میبینه. اسمت الله سلطانزوی هستم، یک تن از فایتران بوکس پروفشنال افغانستان. مدت 3 سال میشه بوکس پروفشنال تحت نظر استاد عبدالصمد تمرین میکنم و قبلا 6 مسابقه در بخش 6 مسابقه داشتیم که 1 مسابقه در بخش پروفشنال بوده و 5 مسابقه دیگه در بخش آماتور بوده که توانستیم هر 6 پیروز شوم. و تشکری میکنم از رئیس سازمان حاجی عبدالواسی شریفی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عبدالباری توخی هستم، یک تن از بوکسران پروفشنال افغانستان. 5 سال میشه که بوکس میکنم. در 5 سال 4 برد دارم، 1 باخت. برد باخت است. ببینیم که هر کدام ما زحمت زیاد کشیده بودیم، مسابقه به نفع از مو اعلان میشه. ایزان بیننده، دوباره خوش آمدید. رسیدیم به دومین مسابقه امروزی، مسابقه قراز در وزن 57 کیلوگرام برگزار شد و دو ورزشکار فوق العاده آمده در رنگ هستند. تا ثانیه های بعد رقابتشان آغاز خواهد کرد. ورزشکار در گوشه سرخ با 19 سال سن از ولایت کندوز، کسی نیست جز عصمت الله سلطان‌زای، و حریفش در گوشه آبی با 19 سال سن از ولایت قندهار، کسی نیست جز عبدالباری توخی. استاپ گفته شد، سر استاپ مشنا میزنین. بریک گفته شد، فایلتان جوریش دور بازی میکنین، درسته؟ سرتون رو پایین نکنین، مشت فاول نزنین، خوب است؟ ایزان بیننده، تا ثانیه های بعد تیر قواد آغاز شد. البته زنگ به صدا در آمد و از این رزه راوند اول هم رسما آغاز شده و ببینیم شاید رقابت جذاب مثل رقابت اولی خواهیم بود یا خیر. همچنان تلاش هر دو بوکسور در مرکز رینگ قرار دارند و آکن خطرناک است که عصمت الله سلطان‌زوی و از ولایت کندوز از همچنان ضربات پای در پای اسیه ای بوکسور باز هم در تلاش است تا حریفش تسلیم کنند در راوند اول. همچنان
قرار خطرناک باز هم واکه ناکه ناکنه پای پای از همه شسیه اسمت الله سلطان زوی همچنان تلاش هر دو بکسور همچنان ضربات اسمت الله سلطان زوی ببینیم در نهایت این راوند جذاب و کجا خواهد رسید باز هم ضربات پای پای از سی عبدالباری توخی رقص پای هر دو بکسور و دلتلاش هستن تا امتیازات را کسب کنند در راوند اول رقابت هایی که در چهار راوند سی دقیقه برگزار میشه همچنان ناکنهای پای پای از سی اسمت الله سلطان زوی دوباره رقابت آغاز خواهد شد هر تلاش هستن تا در همین راوند اول کار تمام کنه هر دو بکسور و فوق‌العاده آماده به نظر میرسن باز هم یک گراد خطرناک از سیه توخی از باید خندور است و با این رقابت ها گذاشته همچنان در حالت تهاجمی قرار گرفته عبدالباری توخی بکسور چپندش ها میده سلطان زوی باز هم یک آکن خطرناک و دفاع شده از سیه عبدالباری توخی باز هم در حالت تهاجمی قرار گرفته ورزشکار با دستکش سرخ همچنان شاید یک رقابت جذاب و دیدنی هستید رقابتی که در وزن 57 کیلوگرام برگزار شده گراد خطرناک باز هم یک آکن راست فوق‌العاده خطرناک زده شده اسمت الله سلطان زوی تلاش هر دو بکسور در مرکز رینگ قرار داره هر دو مبارد حالا یک گراده که برخورد نکرد باز هم در تلاش است تا ضربات بعدی را وارد کنه عبدالباری توخی همچنان یک گراد خطرناک باز هم واکن راز واکن چپ واکن راز عالی کار کرد اسمت الله سلطان زوی دوباره رقص پای هر دو بکسور شاید یک رقابت بی نظیر هستید در وزن 57 کیلوگرام و راوند اول هم به پایان رسید آقای بسم الله ناصر نماینده وزارت داخله رقابت های بوکس در وزارت داخله برگزار میشه و قرار است نظرات در مورد راوند اول داشته باشیم طوره که شاهد هستین بیننده هستین مسابقات بوکس پروفشنل اولین در مسابقات بوکس پروفشنل مانی راوند بوکسینگ لیگ برگزار شده که این سازمان تانست اولین دور مسابقات خود با همکاری فدراسیون بوکس افغانستان همچنان همکاری بوکس پروفشنل وزارت داخله که حکم های شیده وجود دارد استاد حبیب همچنان استاد فهیم سلطانی استاد سجاد در مسابقات حکمیت دور مسابقات را گرفته و دوره که بازم یادآوری کنم سازمان بررسی شد مطالعه شد سازمانی است که دارای جواز و رسمیت قانونی بوده از این خاطر در مسابقات هم فدراسیون بوکس افغانستان در رأسش آجیش کیپ ستاری قرار داره در مسابقات هم کاری نموده همچنان از ماستر صاحب خوشحال سرداری اولین بنیانگذار بوکس پروفشنال افغانستان در مسابقات همکاری نموده که خودم همچنان نماینده و کنترلر در این دور مسابقات هستم تشکری میکنم از برگزار کننده دور مسابقات که در رأسش حاجی صاحب واسه شریفی قرار داره همچنان استاد وحید امیری بسیار زیاد تشکر همچنان راوند دوم هم همانند راوند اول جذاب دنبال میشه و اسمت الله سلطان زوی از ولایت کندوز در برابر عبدالباری توخی با دستکش آبی از ولایت قندهار قرار گرفته و شاید راوند دوم این رقابت در وزن 57 کیلوگرام هستید همچنان در فاز تهاجمی قرار گرفته عبدالباری توخی آکن خطرناک زده شد باز هم گرفت همچنان آکنهای پای پای هستیه اسمت الله سلطان زوی باز هم در تلاش است تا ضربات را وارد کنه همچنان تلاش هر دو بکسر و آکنه خطرناک زده شده سیه عبدالباری توخی در مرکز رینگ قرار گرفتن و همچنان رقابت جذاب و جذابتر دنبال میشه باز هم یک آکنه خطرناک
دفاش دستیه توخی واقعا پرکار بوده هر دو بوکسور در راوند اول و در راوند دوم. همچنان تلاش عبدالباری توخی را شاهد هستید، باز هم در تلاش، باز هم حالا آکن راز و خطرناک بودم و برخورد نکرد، باز هم ضربات بای بای و گراده خطرناک داشت دستیه سلطان زوی. باز هم همچنان تلاش هر دو بوکسور و تذکرات لازم داد داور وسط به هر دو مبارز. همچنان ضربات پای و پای زده دستیه توخی، تذکرات لازم داد داور تا از حرکات غیر قانونی در رقابت استفاده نکنن. همچنان گراده چپ رقص پای هارد بوکسور، باز هم یک آکنه چپ، آکنه راست، آکنه چپ، همچنان ضربات پای بایسی سلطان زوی در حالت تهاجمی قرار گرفته در این لحظات. رقابت جذاب و دینانی را شاهد هستید در وزن 57 کیلوگرم رقابت هایی که در مانی راوند باکسینگ لیگ برگزار شده و واقعا از حد بالای برخوردار است. شما بیننده این رقابت و صورت زنده از طریق شبکه ورزشی سه هستید. تلاش هر دو بوکسور ثانیه های پایانی راوند دوم، چیزی به پایان این راوند باقی نمانده و در این لحظه راوند دوم هم به پایان رسید. از آقای استاد بسم الله ناصری خواهش می‌کنم تا نظرشان درباره این راوند جذاب هم بگویند. راجع به دو جوره، یک جور مسابقات داخل راوند این دور مسابقات، راوند دومش هم هر دو بوکسر فعالیت خود داشته، می‌گذاریم فعالیت از یارا به راوندهای بعدی که نتیجه خوبتر معلوم شود. و قسمی که همه در جریان است بوکس پروفشنال در اواخر زیاد رشد کرده، در نه تنها در مرکز، در سراسر ولایات که اکثر ولایات نماینده های خود در بوکس پروفشنال داره که همزمان فعالیت خیش خود میکنه و ایران به تمام ولایات گفتنی مهمی است که از همچو سازمانایی که دارای جواز رسمی و تایید فدراسیون بوکس کشور باشه، فدراسیون بوکس پروفشنال وزارت داخله همچنان با تمام توان و تمام چیزی که در دسترس داره از اینا همکاری همه جانبه می نماید. بسیار تشکر استاد. و راوند سوم از این لحظه آغاز شده، ببینیم اینجا همچنان جذاب دنبال خواهد شد یا خیر. گرد خطرناک داشت، باز هم آکن راز از قدرت بالا بدنی بالای برخوردار از هر دو بوکسور رو حالا یک امتیاز کم شد از قسمت الله سلطانزایی به دلیل بدنش تر از تو تا خوش نشده. همچنان ببینید رقابت دوباره آغاز خواهد شد یا خیر. ظاهرم که آسیدیدگی هم پیدا کرده از ناحیه ابرو، واقعا شاهد یک رقابت بسیار زیبا بودیم و در راوند سومی رقابت قرار داریم، رقابتی که در وزن 57 کیلوگرام برگزار شده و میان دو بوکسور موفق عصمت الله سلطانزوی از ولایت کندوز در برابر عبدالباری توخی از ولایت قندهار. ببینیم در نهایت تکلیف این مسابقه چیکار خواهد شد. داور وسط حق دارد تا نظرش اعلان کنه و در نهایت خواهیم دید که این رقابت ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. میتونه با سلامتی ورزشکارم سنگین تمام شود در این لحظات. هنوز مشخص نیست که رقابت آغاز خواهد شد یا خیر. همچنان
نکات لازم را گفت، داور وسط و خوشبختانه رقابت اصلا گرفته شده دوباره این را هم ادامه پیدا خواهد کرد. همچنان تلاش هر دو بوکسور رقابت هایی که در چهار راوند سی دقیقه برگزار میشه و واکن خطرناک باز هم یک رول واکن روز همچنان حتی هجومی رو به خود گرفته اسمت الله سلطانزوی و نکات لازم دوباره وسط به هر دو بوکسور گوش زد کرد. حالت خونریزی پیدا کرده عبدالباری توخی و واقعا لحظات سرنوشت ساز است در این مسابقه. ببینیم در نهایت کدام یک از این دو بوکسور موفق برنده این رقابت خواهد شد. ایزان بیرنده این رقابت به دلیل مظلومیت ورزشکار و بوکسور ادامه داده نشد و برنده این رقابت است عبدالباری توخی. از آقای بسم الله ناصری خواهش میکنیم تا جوایز به ورزشکار برنده اهدا کنند. واو واو واو، رقابت واقعا جذاب شاهد بودیم. و آیا قبل از اینکه به این رقابت به این از عریفت شناخت داشتی؟ توخی؟ نه ولی تو شناخت نداشتیم، باز در کم یک جای شناخت. بسیار عالی، بسیار عالی، تبریک میگم برات. ایزان و بیننده یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود زود برمیگردیم با رقابت بعدی.